به دنبال بازداشت 52 نفر در ترکیه به اتهام فساد مالی دولتی پنج افسر ارشد پلیس استانبول و آنکارا نیز که ناظر بر پرونده های مذکور بودند از کار برکنار شدند رجب تیه بردوغان نخست وزیر ترکیه این تحقیقات را عملیاتی کسیف و توطئه‌ای سیاسی علیه دولت خود می‌خواند وی میگوید در حالی که دولت او سعی دارد ترکیه تا سال 2023 میلادی در بین ده کشور برتر جهان جای گیرد برخی دیگر اما هدفشان این است تا ببینند چگونه می توانند مانع چنین پیشرفتی شوند کارشناسان بازداشت اخیر در ترکیه را نتیجه انشقاق در حزب عدالت و توسعه آقای اردوغان و بریدن فتولاه الله و حامیانش از حزب حاکم میدانند. تصاویر ویدیویی منتشر شده 4.5 میلیون یورو را نشان می‌دهد که ظاهرا از یک جعبه کفش متعلق به یکی از پسران سه وزیر کابینه آقای اردوغان که بازداشت شدند کشف و ضبط شده است اما مبلغ کل مورد بحث در این پرونده فساد مالی دولتی که نام ایران تحت تحریم نیز با آن گره خورده است 87 میلیارد یورو ذکر می شود.